سلام یکشنبه 19 اردیبهشت 95 8 می 2016 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که های مختلف داخل کشور به خصوص از جناح اصولگرایان هم تایید کردند و خبر دادند از اینکه دست کم 13 نفر از اعضای سپاه از استان مازندران و در جنوب غربی حلب در خانتومان دهکده خانتومان کشته شدند و 21 نفر هم مجروح شدند از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در استان مازندران اطلاعیه داده خبر رو تایید کرده و خواستار حفظ آرامش شده و اینکه به رسانه های بیگانه گوش نکن البته گفته میشه مجموع کشته شده ها که تا با حمله گروه انصره ان از شاخه های القاعده صورت گرفته بیش از 83 نفر هست بیش از که عمدتا از تیپ فاطمیون و حزب الله لبنان هستند غیر از اعضای سپاه سایت فرارو مقداری از تکست هایی رو که این اعضای ایرانی سپاه برای دوست آشناشون در ایران زدن منتشر کرده که کاملا نشون میده سوء مدیریت و آشفتگی رو از جمله یکی از افراد نوشته که ما 83 نفر در یک اتاق هستیم نمیتونیم تکون بخوریم منتظر توبخانه هستیم بیاد از ما پشتیبانی بکنه تا بتونیم عقب نشینی بکنیم پاره سایت های اصولگرا زبان به انتقاد گشودند که روس ها کجا بودند چرا پشتیبانی نکردند ضمن اینکه گفته میشه نیروهای دولتی سوریه هم در بخش جنوبی حلب دچار تلفات سنگینی شد بر حال این اتفاق که نشون میده ابعاد شکست بزرگی رو در منطقه یک بار دیگه نشان دهنده سوء مدیریت فرماندهان سپاه و شخص آقای خامنه است این اخبار رو که آدم دنبال میکنه به یاد صحنه های دردناک جنگ ایران و عراق میفته که همین آقایون با سوء مدیریت و آشفتگی و بینظمی که داشتند چگونه هزاران جوان ایرانی رو به کشتن دادن همین اتفاقات که جوانان رو به جای بفرستن تدارکات نباشه لوجستیک نباشه توبخانه نباشه و باری به هر جهت به غذا و قدر واگذار کردن جان جوانان ایرانی رو اینطور رایگان هزینه بکن بر حال در سوریه دخالت آقای خامنه ای و سپاه و بیلیاقتی فرماندهان درگیر از دو سو سرشکستگی بزرگی داره سوی اول همدستی با قاتلی مثل بشار اسد و کشتار مردم بیگناه سوریه و حوادثی که به اینجا رسونده کار سوریه رو و دهها گروه جهادی و آدم کش و تروریست در اونجا هر کدام اسلحه به دست حاصل کار سرکوبی مردم شده و از سوی دیگه هم فدا کردن جان جوانان ایرانی که مهم نیست در چه کسوت و چه لباسی باشند به هر صورت جوان اون مملکت هستند و کشته شدنشون اسباب تأثیره با توجه به اطلاعیه هم که سپاه داده اخبار قبلی تایید میشه که موج مخالفتی هم در درون سپاه هست و افرادی از رده های مختلف حتی تا رده های فرماندهی مخالف این قبیل دخالت ها و هزینه کردن منابع مالی و انسانی کشور هستند. موضوع دوم اینکه محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون سنفی معلمان ایران که اعلام اعتصاب غذای خوش هم کرده بود در هجده روز اعتصاب غذای خودش به بیمارستان طالقانی منتقل شده و اخبار رسیده ها کیست که بهشتی مانع این میشه که حتی به او سرم وصل بکنم 330 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف هم با امضای نامه خطاب به آقای روحانی خواستار اعاده دادرسی و روند بازبینی روند قضایی امید کوکبی دانشمند فیزیکدان زندانی شد. سازمان عفه بین هم در بیانیه اعتراض کرده به روند محاکمات و احکام غیر علیه هنرمندان و فعالین ایرانی از جمله آرش صادقی گلرخ ابراهیمی و کیوان کریمی سه هنرمندی که به حبس های طویل المدت و شلاق و جریمه محکوم شدند آقای میر محمود موسوی برادر مهندس موسوی طی ده روز گذشته به طرز مشکوکی سه بار مورد حمله با حمله چاغو کشان در خیابان شده آخرینش دیشب در تهران سه نفر به او حمله کردند و چاقو یکی به گلو او خواسته فرو کنه که البته خوشبختانه نجات پیدا کرده آقای موسوی ولی در بیمارستان بخیه زدند و این خطر و این رو می شود تا حدی غیر طبیعی و احتمالا توت آمیز دونست اما کنسرت حافظ و شهرام نازری پسر و پدر در اصفهان قرار است سی و سی یک اردی بهشت برگزار بشه اما مقامات اعلام کردن که نوازنده زن در ارکستر او نمیتونه حضور داشته باشه ظاهرا در نیشابور هم که شهر بعدی است از به اصطلاح سلسله شهرهایی که این کنسرت برگزار میشه همین اطلاع رو دادم موضوع سوم اینکه 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافخ که قبل از عید مطالبات مزدی داشتند و وعده های زیادی به اونها داده شد بعد از تزا اعتصاباتشون و مسائلی که پیش اومد بعد از عید و تا کنون هم هنوز مطالبات چون پرداخت نشده سهل است ماه فروردین هم حقوق نگرفتن دویست کارگر چاه نفت کمانکوه در استان ایلام هم که از پنج سال تا بیست سال سابقه کار داشتند بیکار شدند و تعدیل شدند جلوی استانداری تجمع اعتراضی داشتند پنجاه اقتصاددان و کارآفرین هم از سراسر دنیا نامه ای رو خطاب به آقای خامنه ای امضا کردند و خواستار رفع تبعیض اقتصادی علیه هموطنان بهایی ما شدند موضوع چهارم اینکه آقای اسحاق جهانگیری معاون آقای روحانی در جمع نمایندگان منتخب مجلس دهم ده عنوان کرده که دولت 380 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاره ضمن اینکه قبلا آقای طیب نیا وزیر دارایی هم گفته بود 100 می هزار میلیارد تومن هم دولت به بانک ها بدهکاره ضمن که 90 هزار میلیارد تومن هم بخش خصوصی به بانک ها بدهکاره بدهی دولت انواع و اقسام داره به پیمانکاران به بانک مرکزی به صندوق های بازنشستگی و در واقع دولت توان پرداخت اونها رو نداره و سازمانی ورشکسته است وزارت صنعت معدن تجارت ساختمانش در خیابان سمیه تهران دیروز توسط شهرداری تهران بابت 20 میلیارد تومان بدهی به شهرداری پلمپ شد یک ساعت بعد هم اداره کل میراث فرهنگی استان تهران توسط شهرداری به دلیل بدهکاری پلم شد آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم عنوان کرد که از شست فرودگاه کشور تنها ده فرودگاه فعال و صنعت هوانوردی ایران فرسود است و اظهار امیدواری کرد که با خرید هواپیماهای جدید صنعت هوانوردی ایران بتواند تحرک دوباره پیدا کند موضوع پنجم این که ماجرای خانم مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان به هیئت حل اختلاف ارجاع شده که قرارت گزارش خودش رو به آقای خامنه ای بده و ایشون نهایتا تصمیم بگیره اما خانم خالقی در نشست فراکسیون امید که گفته میشه 158 نفر شرکت کردن در مسجد نهاد ریاست جمهوری حضور پیدا کرده آقای علی لاریجانی هم که این روزها بر سر کرسی ریاست مجلس با آقای عارف رقابتی پیدا کردند عنوان کرد در جمع نمایندگان منتخب که ما نباید بنشینیم پدر بزرگ های بیرون مجلس تصمیم بگیرند ضمن اینکه آقای مجید انصاری معاون حقوقی دولت هم گفته که دولت در امر ریاست مجلس دخالت نمیکنه این حرف یعنی اینکه دولت قرار نیست از آقای عارف پشتیبانی بکنه به احتمال زیاد آقای روحانی شاید بیشتر متمایل باشه آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه موضوع ششم اینکه که مسرور بارزانی پسر بزرگ مسعود بارزانی و رئیس شورای امنیت ملی اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با واشنگتن پست اعلام کرده که نشستن اجباری همزیستی اجباری کردها با عراقی ها بیفایده است و ما دیگه خودمون رو شهروند عراق نمیدونیم عربستان هم بعد از اصلاحات اقتصادی که اعلام کرده و قرار است 25 درصد هزیده دولت رو کاهش بده به اضافه ده ها سیاست دیگه چندین وزارت رو در هم ادغام کرده و چندین وزیر هم تغییر کردن از جمله آقای النعیمی وزیر نفت عربستان که 21 سال وزیر نفت این کشور بوده گفته میشه که محمد بن سلمان پسر جوان شاه و ولیعهد دوم در واقع طراح همه این تغییرات و آدم اصلی این تغییرات حکومت اما موضوع آخر این که جناب آقای ولایتی در سوریه به بشار اسد گفته مقام رهبری برای شما دعا میکنه اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران